فصل 3 از درون اتم چه خبر؟ بچه این فصل فصل مهمیه، چون انگار پای و اساس شیمی هستش و سال دیگه با این فصل خیلی کار داریم. پس لطفا خوب گوش بدید، خوب یاد بگیرید، چون پای و اساس شیمی سال دیگه اتون هستش. ما قبلا تعریف کرده بودیم ماده رو، میگفتیم ماده چیز؟ هر چیزی که در اطراف ماست و دارای جرم و حجم رو بهش میگیم ماده. ماده رو یاد گرفته بودیم که از اتم درست شده بود، پس میخواستیم اتم رو تعریف کنیم، میگفتیم اتم اصلی ترین ذره سازنده کلن جهانه، یا اصلی ترین ذره سازنده ماده است. در مورد اتم نظریه مختلف ارائه شده بود. مثلا اولین نظریه که در مورد اتم ارائه شد توی هفتم هم یاد گرفته بودیم، فیلسوف یونانی به نام دموکریت اینجوری گفت، گفتش که اتم تجزیه ناپذیره، یعنی فکر میکرد از اتم کوچیکتر ذره‌ای وجود نداره، در حالی که ما توی هفتم خونده بودیم خود اتم از الکترون، پروتون، نوترون درست شده، ولی دموکریت فکر میکرد کوچکترین ذره جهان اتمه، اتم خودش از چیزی درست نشده که بتونیم تجزیه کنیم به عناصر سازندش، پس فکر میکرد اتم تجزیه ناپذیره. و همچنین میگفت اتم شکلای گوناگون داره، مثلا میگفت وقتی که ما مواد ترش میخوریم چرا زبونمون میسوزه؟ چون اتمش لوزی شکله، اون لبای تیزش میخوره به زبونمون، زبونمون رو پاره میکنه، ما احساس سوزش میکنیم. یا مثلا وقتی یه چیز شیرین یا آبو میخوریم چرا اون حس رو نداریم؟ چون اتمش کروی شکله. در حالی که این نظریه هم درست نبود، ما میدونیم اتم کروی شکله، یعنی اگر من بچه یک کلاس هفتم رو میبردم پای تخته میگفتم اتم رو رسم کن، یه نقطه کوچیک روی تخته رسم میکرد، یعنی متوجه شده اتم کروی شکل و کوچیکه. پس دموکریت میگفت اتم تجزیه ناپذیره که قبول نداشتیم، میگفت اتم شکلای گوناگون داره که اینم قبول نداشتیم، ولی به هر حال قابل احترامه، چون اولین کسیه که در واقع اتمو، کلمه اتمو ارائه داد. اتم در زبان یونانی به معنی تجزیه ناپذیره. بعد از دموکریت دالتون اومد نظریه خودش رو در مورد اتم ارائه داد. دالتون میگفت بله من با دموکریت موافقم، منم میگم اتم تجزیه ناپذیره. اونم فکر میکرد، اونم مثل دموکریت فکر میکرد کوچکتر از اتم چیزی وجود نداره، ولی میگه من با این نظریه دموکریت موافق نیستم که میگه اتم شکلای گوناگون داره، من میگم اتم کروی شکل توپر بدون ساختار درونیه. ببینید بچه‌ها، اون زمان برای اینکه دانشمندان بتونن نظریه خودشون رو تفهیم کنن از مدل استفاده میکردن، میومدن نظریه خودشون رو به چیزی تشبیه میکردن. مثلا دموکریت اتم رو تشبیه کرد به ساچمه فلزی. تو زنجیر دوچرخه دیدید اون تیلای نقره‌ای رنگ کوچی؟ میگه اتم مثل اون ساچمه فلزی میمونه، توپر هست، ساچمه هم توپره، ولی توش چیزی وجود نداره. یعنی دالتون فکر نمیدونست که اتم الکترون، پروتون، نوترون داره، میگفت اتم توپره ولی توش هیچ ساختاری وجود نداره، مثل ساچمه فلزی توپر ولی بدون ساختار درونیه. بعد از دالتون تامسون اومد نظری خودش رو در مورد اتم ارائه داد. تامسون اتم رو تشبیه کرد به کیک کشمشی گرد، گفت اتم مثل یک کیک کشمشی گرد میمونه که اگر بیاییم خمیر کیک رو بار مثبت بگیریم، یعنی در واقع تامسون میدونست درون اتم بار مثبت و منفی وجود داره و میدونست مواد در حالت عادی خنثی‌اند، یعنی میزان بار مثبت و منفیشون برابره. بعد اومد گفتش که خب اگر بیایم خمیر کیک و بار مثبت بگیریم، چون نمیدونست بار مثبت و کجای اتم در نظر بگیره، گفت اگر خمیر کیک و بار مثبت بگیریم الکترون ها مثل کشمش ها میمونن که در خمیری از بار مثبت پراکندن. پس ما فهمیدیم اولین کسی که متوجه شد درون اتم ذراتی با بار منفی به نام الکترون وجود داره تامسونه، در واقع تامسون کاشف الکترون بود. دانشمند بعدی رادرفورد بود. رادرفورد اتم رو تشبیه کرد به استادیوم فوتبال. ببینید کتاب چی نوشته؟ یه استادیوم فوتبال کشیده، میگه که
حجم هسته اتم بسیار کوچک است. یعنی رادرفورد اومد هسته اتم رو به یک گوی کوچیکی تشبیه کرد که در مرکز زمین قرار گرفته. حجم هسته اتم بسیار کوچک است، به طوری که اگر اندازه اتم رو، خود اتم رو به اندازه استادیوم فوتبال در نظر بگیریم، تشبیه کنیم، هسته اتم مثل یک توپ خیلی کوچیکه که در مرکز اتم قرار گرفته. پس حجم هسته ناچیزه. هسته جای کمی اشغال میکنه. نگاه کنید تو این شکل، هسته جای کمی اشغال میکنه. از این نظریه رادرفورد متوجه شدیم که بیشتر حجم اتم رو فضای خالی تشکیل داده. هسته بارش مثبته. چرا؟ چون پروتون ها که ذراتی با بار مثبت هستن درون هسته نشستن. پس رادرفورد در واقع کاشف پروتون و هسته بود. متوجه شد در مرکز اتم بخشی به نام هسته است که بارش مثبته، چون درونشون پروتون ها قرار گرفتن. و گفت با اینکه هسته حجمش کمه، جای کمی رو اشغال کرده، ولی جرمش زیاده. چرا جرم هسته زیاده؟ چون پروتون ها که ذرات سنگین اتم هستن درون هسته قرار گرفتن. و الکترون ها رو تشبیه کرد به تماشاچیان که به دور زمین نشستن و هسته رو محاصره کردن. همین جمله‌ای که گفت درسته، فقط ایراد نظری رادرفورد این بود که فکر میکرد الکترون ها ساکنن، حرکت ندارن، در حالی که ما میدونیم الکترون ها ذرات سبک اتم هستن، جرمشون بسیار ناچیزه، به خاطر همین مدام به دور هسته در حال چرخشن، حرکت هستن و ساکن نیستن. کاشف هسته و پروتون ها رادرفورد بود. بعد از رادرفورد دانشمند دیگه به نام چادویک اومد اینجوری گفت، یعنی در واقع روی نظریه رادرفورد بحث کرد. گفت خب رادرفورد میگه که پروتون ها که بار مثبت دارن در جای به این کوچیکی کنار هم قرار گرفتن. مگه ما نمیگیم بارهای هم نام هم دیگر رو دفع میکنن، بارهای ناهم نام هم دیگر رو جذب میکنن؟ و چجور امکان داره در جای به این کوچیکی بارهای هم نام بتونن کنار هم قرار بگیرن؟ گفت حتما توی هسته چیزی هست که بر این نیروی دافع پروتون ها غلبه میکنه. اون همون نوترون، ذرات بدون بار اتم هستن. پس کاشف نوترون چادویک بود که گفت درون هسته ذرات بدون باری به نام نوترون وجود داره که اگر ما نوترون ها را دستکاری کنیم، مثلا حتی اگر یه دونه نوترون کم کنیم یا اضافه کنیم، دیگه این نیروی دافع بین پروتون ها هسته رو متلاشی میکنه، هسته متلاشی میشه، انرژی زیاد نهفته درون پروتون ها آزاد میشه که اگر اون انرژی آزاد شده رو مهار کنیم، همون در واقع دستیابی به انرژی هسته. منظور از انرژی هسته یعنی دستکاری نوترون ها و آزاد کردن انرژی نهفته درون پروتون ها هستش. تا اینجا متوجه شدیم کاشف الکترون تامسون بود، کاشف پروتون و هسته رادرفورد، کاشف نوترون هم چادویک بود. دانشمند بعدی بور بود که ما امسال بیشتر روی این نظریه بور کار میکنیم. بور اتم رو تشبیه کرد به منظومه شمسی. گفت هسته مثل خورشید میمونه که در مرکز قرار گرفته. الکترون ها مثل سیارات هستن که بر روی مدارهایی به دور هسته در حال چرخش هستن. این نظریه بور بود. حالا میخواییم ببینیم تعداد الکترون هایی که روی هر مدار قرار میگیره چقدره. بور میگفت روی هر مدار تعداد مشخصی الکترون قرار میگیره. تعداد الکترون هایی که در هر مدار قرار میگیره رو از این فرمول به دست میاریم. ببینید یه بار دیگه، بور گفت در هسته اتم که تشبیه کرده منظومه شمسی و میدونست در هسته اتم یعنی وسط اتم پروتون و نوترون قرار گرفته، الکترون ها روی مدارهایی به دور هسته در حال چرخشن، روی هر مدار تعداد مشخصی الکترون قرار میگیره. برای مشخص کردن تعداد الکترون های هر مدار از این فرمول استفاده می کنیم، دو ضرب در n به توان دو.
دو N به توان دو تعداد الکترون های هر مداره. به مدار لایه یا تناوب هم میگن، تا حالا این سال دیگه باش آشنا میشید. اسم دیگه مدار همون دوره یا تناوب هم هستش. برای به دست آوردن تناوب عناصر از این فرمول استفاده میکنیم. N چیه؟ شماره مداره. بچه مدارها رو براش S انتخاب کردن. مدار اول رو با حرف K نشون میدن. خب میخوام ببینم مدار اول چند تا الکترون قرار میگیره. میام دو به جای N یک میذارم، چون مدار اول دیگه. دو ضرب داره یک به توان دو، دوتا. پس در مدار اول دوتا الکترون میشینه. بعد در مدار دوم، مدار دوم رو با حرف L نشون میدن. دو ضرب در دو به توان دو، دو دو تا چهار تا، چهار ضرب در دو میشه هشتا. مدار دوم هشتا الکترون جا میشه. کمتر میتونه قرار بدیم الکترون، ولی بیشتر از هشتا اجازه نداریم توی مدار دوم الکترون بذاریم. همینجور هم مدار اول کمتر از دوتا میتونیم بذاریم، ولی بیشتر از دوتا اجازه نداریم. مدار سومو با حرف M نشون میدیم. دو ضرب در سه به توان دو، سه ستا نه تا، دو نه تا هیجده تا. پس در مدار سوم 18 تا الکترون جا میشه. مدار چهارمو با حرف N نشون میدن. دو ضرب در 4 به توان 2، 4 4 تا 16 تا، ضرب در 2 32 تا. تا کی ما چند تا مدار داریم؟ تا کی ادامه بدیم؟ ما کلن 7 تا دوره یا 7 تا مدار لایه تناوب داریم. اینا اسمای دیگه شه که بعد توی جدول نشون میدیم. ستونهای افقی جدول همون مدارها، همون تناوبه که ما کلن 7 تا داریم. مدار اولو با K، مدار دومو L، مدار سوم M، مدار چهارم N، مدار پنجمو با O، مدار ششمو با P، مدار هفتمو با Q نشون میدن. کلن 7 تا داریم. تعداد مدارهای، تعداد الکترون های هر مدارم که از این فرمول 2N به توان 2 به دست میاریم. حالا برای جایگزین کردن الکترون ها نگاه کنید. ما گفتیم که مدار اول دو تا الکترون میشینه، کمتر میتونه، بیشتر نمیتونه. مدار دوم 8 تا الکترون، کمتر میشه ولی بیشتر از 8 تا اجازه ندارم الکترون قرار بدم. مدار سوم 18 تا. نگاه کنید، وقتی میخواد مدار سوم 18 تا الکترون رو جایگزین کنید، اول 8 تا میذارید. 8 تا الکترون گذاشتم ولی 18 تا جا داره. میرم مدار چهارم دو تا میذارم، بعد برمیگردم 10 تا دیگه شو قرار میدم. این به خاطر مدل اوربیتالیه که حالا سال دیگه یاد میگیرید، که مدل اوربیتالی SPDF اینا دارید، اونا رو سال دیگه. پس توی رسم مدل بور مدار اول دوتا، خب مشکلی نداره، میدونیم دوتاست. مدار دوم هشتا، بله میدونیم هشتا الکترون میتونیم جا بذاریم، جاش بذاریم. مدار سوم هیجده تا، ولی وقتی که میخوام هیجده تا رو جایگزین کنم هشتا میذارم. میرم مدار میرم مدار چهارم دوتا میذارم، بر میگردم ده تای بعدیشو پر میکنم. تا وقتی که مدار چهارم دوتا نذاشتی نمیتونی توی این ده تای بقیهشو بذاری. حالا رسم میکنیم، مثال میزنیم، متوجه میشیم. یه مثال: بیشترین تعداد الکترونی که میتواند در لایه او یک در لایه او الکترون قرار بگیره چند تاست؟ خب مدار اول K، مدار دوم L، مدار سوم M، مدار چهارم N، پس مدار پنجم میشه O. مدار پنجم، این فرمولش 2N به توان 2 بود، جای N 5 میذارم، یعنی 5 به توان 2 میشه 25 تا، ضرب در 2 میشه 50 تا. بس توی لایه O یا مدار O که مدار پنجمه، ما میتونیم 50 تا الکترون بذاریم. میگه که حالا تو صفحه قبل گفتیم که لایه اول دوم سوم رو با نمادهای K L M N O نشون میدیم، بنابراین N مربوط به این لایه O 5ه.
در نتیجه با توجه به این فرمول 2n به توان 2 تعداد الکترون هایی که تو این لایه قرار میگیره میشه 50 تا. اینجوری میتونن مسئله بدن در مورد این فرمول. خب اینا این نیتروژن داریم مثال میزنیم رسم مدل بور. این نیتروژنه، نیتروژن عدد اتمیش حالا یاد میگیره، یعنی تعداد الکترون هاش 7 است. تعداد الکترونش 7 است. تو مدار اول چند تا بذارم؟ 2 تا. مدار اول پر شد، حالا میام بقیهش رو مدار دوم میذارم. مدار دوم تو 8 رو میتونم بذارم، ولی من چند تا دارم؟ از این 7 تا 2 تاش که اومد مدار اول 5 رو میمونه، این 5 تا رو تو مدار دوم قرار میدیم. یا این کربونه، کربن 6 تا الکترون داره. خب 2 تاشو مدار اول میذارم، مدار اولم پر شد، بقیهشو میذارم مدار دوم. از 6 تا 2 تاش که اومد مدار اول چند تامون؟ 4 تا. 4 تا رو میذارم تو مدار دوم. سیلیسیوم 14 تا الکترون داره. مدار اول 2 تا میذارم پر شد، دیگه نمیتونم بیشتر در مدار اول بذارم. مدار دوم 8 تا میذارم، مدار دوم هم پر شد، بیشتر از 8 تا اجازه ندارم بذارم. تا اینجا شد 10 تا. چند تا مونده؟ 4 تا. 4 تا رو میذارم تو مدار سوم. فسفر 15 تا الکترون داره. مدار اول 2 تا پر شد، مدار دوم 8 تا میذارم پر شد، دیگه نمیتونم بیشتر بذارم. خب چند تا میمونه؟ 10 تاشه که گذاشتم تو مدار اول و دوم، 5 تا میمونه. این 5 تا در مدار سوم میذارم. مدار سوم گفتم 8 تا میذارم، اگر بیشتر بود میرفتم مدار چهارم 2 تا میذاشتم، بعد برمیگشتم پر میکردم. حالا اون مثالش هم حل میکنیم، میبینید. ببینید بچه ها، ما نظریه رو بررسی کردیم، نظریه دانشمندان رو در مورد اتم بررسی کردیم. حالا میخوام ببینیم به چه نتیجه رسیدیم. به این نتیجه رسیدیم که اتم اصلی ترین ذره سازنده جهانه. خودش از ذراتی به نام الکترون، پروتون، نوترون درست شده. یعنی به اینا میگن ذرات زیر اتمی، ذرات سازنده اتمه. ما یاد گرفته بودیم که پروتون و نوترون درون هسته اتم قرار گرفتن، الکترون بیرون هسته اتم. پس اگر از ما بپرسه ذرات سازنده هسته اتم کدومه، میگیم پروتون و نوترون. کدوم ذره اتم بیرون هسته قرار گرفته؟ الکترون. ما یاد گرفتیم الکترون و پروتون ذرات باردار اتم هستن، دارای بار الکتریکی هستن. پس اگر از شما بپرسه ذرات باردار اتم کدام است؟ الکترون و پروتون. ذره بدون بار اتم کدومه؟ نوترونه. و ما میدونیم پروتون گفتیم هسته جرمش زیاده. چرا؟ چون ذرات سنگین اتم درون هسته قرار گرفته. پروتون و نوترون ذرات سنگین اتم هست. مثلا پروتون جرمش 1837 بار از جرم الکترون بیشتره، یا نوترون جرمش 1839 بار بیشتر از الکترونه. پس اگر بپرسن سنگین ترین ذره اتم کدومه؟ نوترون. اگر بپرسه ذرات سنگین اتم کدومه؟ پروتون و نوترون. ذره سبک اتم کدومه؟ الکترون. الکترون انقدر جرمش ناچیزه که تقریبا برابر با صفر میگیرن. حالا این جدول کتابه، اومده به صورت نسبی داره در نظر میگیره بار الکتریکی الکترونو. نسبی در نظر گرفته، میدونیم الکترون بارش منفیه، به صورت نسبی در نظر گرفته -1. پروتون میدونیم بارش مثبت، نسبی در نظر گرفته مثبت، یعنی مقدار بار این دوتا برابر الکترون منفی، پروتون مثبت. نوترون که ذره بدون بار اتمه، یعنی صفر. دیگه بزرگش کنیم. خب جرمشو، جرمم نسبی در نظر گرفته. الکترون گفتیم جرمش انقدر ناچیزه که برابر با صفر در نظر میگیریم. حالا نسبت به الکترون جرم پروتون و نوترون رو 1 گرفته، چون پروتون و نوترون جرمشون تقریبا برابر با همه، ولی میدونیم نوترون سنگین تره. این دوتا رو 1 میگیریم، مال الکترون رو 0. این جدول کتاب. گفتگو کنیم. در شکل زیر مدل اتمی بور برای یک عنصر نمایش داده شده. با توجه به آن درباره ساختار اتم ها گفتگو کنید. خب
ما گفتیم که پروتون و نوترون در مرکز اتم درون هسته قرار میگیرن طبق نظریه بور و الکترون ها روی مدارهایی به دور هسته در حال چرخش هستن. این کم رنگا نوترونن، این پر رنگا پروتونن. خب ببینیم چند تا پروتون داره. 1, 2, 3, 4, 5 تا پروتون داره. نوترونش هم 1, 2, 3, 4, 5, 6. یادتون باشه یا نوترون ها به استثنای هیدروژن، نگاه کنید، هیدروژن یه الکترون داره، یه پروتون داره، نوترون نداره. اینو تو هفتم یاد گرفته بودیم. تنها عنصری که نوترون نداره هیدروژنه. سبکترین عنصر جهان هیدروژنه. چرا؟ چون نوترون نداره، فقط یه الکترون و یک پروتون داره. به استثنای هیدروژن بقیه عناصر، عناصر جدول که 118 تا هستن، یا تعداد نوترون هاشون برابر با تعداد پروتون هاست یا بیشتره. هیچ وقت نوترون از پروتون کمتر نیست به استثنای هیدروژن. خب پس نوترونش 3, 4, 5, 6 تا نوترون شد، 2, 4, 5 تا پروتون شد. الکترون هاش روی مدارها به دور هسته هستن. مدار اول 2 تا، مدار دومش هم 3 تا. بس 5 تا الکترون داره. چی فهمیدم از بررسی شکل؟ فهمیدم مواد در حالت عادی خنثان. یعنی چی؟ یعنی تعداد پروتون ها و الکترون هاش برابره. تو این شکل اگر 5 تا پروتون داره، 5 تا هم الکترون داره. تعداد پروتون و الکترون برابره، پس ماده من خنثاست. تعداد نوترون هاش از پروتون هاش بیشتره. دیگه چی متوجه شدم از این شکل؟ فهمیدم نوترون و پروتون درون هسته، الکترون ها بیرون هسته قرار گرفتن. از بررسی شکل این نکات رو در مورد ساختار اتم متوجه شدیم. فعالیت کتاب. ساختار اتم کربن، این کربنه، سی کربنه که تو هفتم یاد گرفتید این نماد اینها رو، امسال هم داریم. حالا کربن رو با سی نشون میدن. خب با نوترونش 6 تاست، الکترون و پروتونش هم 6 تاست. میگه مدل بور رو براش رسم کنیم. خب این رسم کربن، الکترونش فهمیدیم 6 تاست، 1, 2, 3, 4, 5, 6، 2 تاش مدار اول، 4 تاش مدار دوم. پروتون هاش هم 6 تاست، چون ماده من خنثاست، یون که نیست، خنثاست، پس تعداد پروتون و الکترونش باید برابر باشه. اگر الکترونش 6 تاست، پروتونش هم 6 تاست. 1 قرمزا پروتون، 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا. نوترونش هم خودش گفته چند تاست؟ 6 تاست. مثلا اگر این زرد رو نوترون بگیریم، نوترونش هم 6 تاست. بعدی نیتروژنه. نیتروژن خودش تو پرانتز گفته تعداد نوترون هاش 7 است. خب این عددی که اینجا میده، حالا بررسی میکنیم تو قسمت های بعدی، این عدد داره میگه تعداد پروتون هاش 7 است، ماده من، عنصر من خنثی است، پس الکترونش هم 7 است. میایم رسم میکنیم به این صورته. الکترونش 7 است، 1, 2 تاش رو مدار اول، 1, 2, 3, 4, 5 تاش رو مدار دوم، جمعاً 7 الکترون. چون الکترونش 7 است، پروتونش هم 7 است. قرمزا پروتون، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. نوترونش هم که گفته 7 است. این زرد نوترون، نوترونش هم 7 است. نوترون و پروتون تو هسته، الکترون ها روی مدار قرار گرفتن. بعدی نماد اکسیژنه. اکسیژن پروتونش 8 است، الکترونش هم 8 است. چرا؟ چون خنثاست، یعنی بار الکتریکی نداره. تو پرانتز به ما داده نوترونش هم 8 است. خب رسم می‌کنیم. پروتون و نوترون درون هسته قرار گرفتن، الکترون‌ها روی مدار. مدار اول 2 تا، مدار دوم 6 تا الکترون قرار دادیم، شده 8 تا. قرمزا پروتونی که 8 است، زردا نوترونی که 8 است. به این صورت مدل بور رو براش رسم کردیم. بعدی F نماد فلوره، عنصر فلوره. 9 یعنی میگه پروتونش 9 تاست، الکترونش هم پس 9 تاست، چون خنثاست، بار الکتریکی نداره. تو پرانتز نوترونا رو داده 10 تا. خب این زردا نوترونه که اگر بشماریم 10 تاست، قرمزا پروتونه که اگر بشماریم 9 تاست.
الکتروناش هم 9 تاست. مدار اول 2 تا گذاشته، مدار دوم 7 تا گذاشته که جمعاً میشه 9 تا. اینم مدل بور برای فلور. مادر ما این تو فصل اول بررسی کردیم، گفتیم مادر رو به دو دسته خالص و ناخالص تقسیم می‌کنیم. خالص به موادی میگن که از یه نوع ماده درست شدن که شامل عنصر و ترکیب ها بودن. هر چیزی که عنصر باشه یا ترکیب باشه خالصه. ناخالص اسم دیگه‌اش مخلوط بود، به موادی میگفتن که از چند نوع ماده درست شدن که یا همگنن یعنی محلولن یا ناهمگن هستن که ناهمگنشون یا امولسیون بودن یا سوسپانسیون بودن یا کلویدی بودن که بررسی کرده بودیم. حالا چرا اینو آوردیم؟ چون میخوایم روی عنصر و ترکیب بررسی کنیم که میدونیم دوتاشون خالصن. نماد شیمیایی یا نشانه شیمیایی چیه؟ ما عنصر رو تعریف کرده بودیم تو فصل یک، میگفتیم عنصر به مواد میگن، به ماده میگن که از یک نوع اتم درست شده. تا کنون 118 تا عنصر شناخته شده. برای نمایش عناصر از نماد شیمیایی استفاده میکنن که یک حرف یا دو حرف اول نام لاتین اون عنصره. اگر یک حرفی باشه بزرگ مینویسن، اگر دو حرفی باشه حرف اول و بزرگ، حرف دوم و کوچیک می‌نویسن. پس برای نمایش عناصر از نماد شیمیایی استفاده می‌کنن. مثلا هیدروژن رو با H نشون میدن، یک حرفیه پس باید بزرگ بنویسن با H نشون میدن. هلیوم با دو حرفی نشونش میدن، حرف اول و بزرگ، حرف دوم رو کوچیک می‌نویسن. اکسیژن رو با O بزرگ نشون میدن چون یه حرفیه پس با حروف بزرگ نمایش میدن. نیتروژن یه حرفیه، با حرف اولش N دیگه، پس با N بزرگ نمایش میدن. کربن C، فلور F، نئون N و E، لیتیوم L I، بریلیوم B E، بور عنصر بور B، کلور C L، آهن F E، فسفر P، کلسیوم C A، A کوچیک، سودیوم Na یا Na، آلومینیوم Al، مس Cu، بوگرد S. بچه باید اینا رو حفظ کنید. معلمتون تا 10 تا، چون کتاب فقط 10 تا عنصر اول خواسته، ولی من به نظر من خیلی بهتره که اینا رو حفظ کنیم چون خیلی باهاشون کار داریم امسال سالای دیگه با این عناصر کار داریم. بس بهتره همین امسال نمادشون این عناصر رو حفظ کنیم. حالا فرمول شیمیایی چیه؟ ما یاد گرفتیم برای نمایش عناصر از نماد شیمیایی استفاده میکنیم. برای نمایش ترکیب‌ها، ترکیب‌ها رو میگفتیم از کنار هم قرار گرفتن عنصرها به وجود میاد دیگه. حالا برای نمایش ترکیب‌ها از فرمول شیمیایی استفاده میکنیم. فرمول شیمیایی چجوری می‌نویسن؟ فرمول شیمیایی از کنار هم قرار دادن نماد شیمیایی عناصر به دست میاد. مثلا فرمول شیمیایی سولفوریک اسید، سولفوریک اسید H2SO4 از کنار هم قرار دادن نماد شیمیایی هیدروژن، گوگرد، اکسیژن به دست میاد. وقتی که ما فرمول شیمیایی یک ماده رو میبینیم، دو چیز رو به ما نشون میده اون فرمول شیمیایی. یک، اون ترکیب ما، ماده ما از چه عناصری درست شده. دو، تعداد اتم های سازنده اون مادرم به ما نمایش میده. مثلا فرمول شیمیایی سولفوریک اسید H2SO4 هستش. این فرمول به من نشون داد که این سولفوریک اسید من از چه عناصری درست شده؟ هیدروژن، گوگرد، اکسیژن. پس این ترکیب من سه عنصریه و نشون میده از چند اتم درست شده. خب هیدروژن، ببین عددی که پایین سمت راست قرار میدن نشون دهنده تعداد اتم های اون عنصره. پس از هیدروژن چند اتم شرکت کرده؟ دوتا. هیدروژن دوتا. گوگرد عدد نداره، عدد نداره یعنی یک. از گوگرد چند اتم شرکت کرده؟ یه دونه. اکسیژن چهار تا. پس کل این ترکیب من چند اتمیه؟ 7 اتمیه. ولی مواقع توی مسئله ها میگه که در ترکیب زیر نسبت اتم به عنصرش رو به دست بیاری. مثلا تو میای اتم رو نسبت اتم به عنصرش رو تقسیم میکنی به دست میاری.
حالا گاهی مواقع قبل از فرمول شیمیایی ضریب میذاره، مثل این توی مثال نگاه کنید، این سه ضریبه مال همشونه، یعنی تعداد اتمای هر عنصر رو باید ضرب در سه کنم، این ضریب رو باید تک تک در عناصر ضرب کنم، ولی در تعداد عنصراش تغییر ایجاد نمیکنه. مثلا اگر این فرمول رو با ضریب به ما بده بگه تعداد عنصراش چقدره، تعداد عنصراش کدومن، هیدروژن، گوگرد، اکسیژن، کلا سه عنصریه، بگه تعداد اتمهاش چقدره. خب هیدروژن اگر این ضریب نبود خودش دو اتمی بود، دو تا بود، از عنصر هیدروژن دو تا شرکت کرده بود، ولی این دو رو باید ضرب در سه کنم، دو سه تا 6 تا، از هیدروژن 6 تا، گوگر خودش تک اتمیه، ضرب در ضریبش میکنم، یک سه تا 3 تا، اکسیژن 4 اتمیه، ضرب در ضریب میکنم میشه 12، جمع کنم میشه 21. حالا اگر توی مسئله میگفت نسبت اتم به عنصر این ترکیب رو به دست بیا، تو باید میومدی 21 رو تقسیم بر 3 میکردی، نسبت در میومد 7. پس اینجوری هم میتونن مسئله بدن، با فرمولا بازی کنن. حالا چند تا مثال هم در مورد فرمول ها دادیم، مثلا فرمول شیمیایی آب همتون بلدید، H2O، یعنی اگر از شما بپرسه آب از چه عنصری درست شده، هیدروژن و اکسیژن، کلن چند اتمیه، دو تا هیدروژن یه دون اکسیژن، کلن 3 اتمیه. آمونیاک NH3، اگر بگه آمونیاک از چه عنصری تشکیل شده، N نماد نیتروژن، H نماد هیدروژن، پس از دو عنصری از نیتروژن و هیدروژن، کلن چند اتمیه، نیتروژن 1 اتم، هیدروژن 3 اتم، کلن 4 اتمی. متان از چند عنصری درست شده، چند عنصریه، کربن سی نماد کربن، اچ نماد هیدروژن، پس از دو عنصر کربن هیدروژن، کلن چند اتمیه، کربن عدد نداره یعنی یک اتم، هیدروژن هم که 4، کلن 5 اتمیه. نمک تعام، نمک تعام NaCl از چند عنصری درست شده، دقت کنید نه مثلا ایو کوچیک و تنها یه عنصر بگیریم، نداریم، حرف کوچیک به تنهای عنصر نیست، اگر می‌خواست یه حرفی باشه بزرگ بود. پس ان آن نماد سدیم، شما حفظ کردید، پس یه دونه سدیم، سی ال نماد کلوره، یه دونه کلو، دو عنصریه، چند اتمیه، از سدیم یه اتم شرکت کرده، از کلورم یک اتم، پس کلا دو اتمیه. تمرین کتاب میگه در شکل یک ساختاری برای سه عنصر داده شده، بزرگ کنیم، خب برای سه عنصر داده شده، با توجه به شکل تعداد ذرات سازنده اتم های این سه عنصر رو مقایسه کنید، از این مقایسه چه نتیجه میگیریم. این یو نماد اورانیومه، اورانیوم 92 تا پروتون داره، 92 تا الکترون داره، 146 تا نوترون داره. سی نماد کربونه، کربن 6 تا الکترون داره، 6 تا پروتون داره، 6 تا نوترون داره. اچ نماد هیدروژنه، هیدروژن یه دونه الکترون، یه پروتون، نوترون هم نداره. خب وقتی که اینا رو با هم مقایسه میکنم متوجه میشم هر چقدر تعداد ذرات سازنده اتم بیشتر میشه، اندازه اتم بزرگتر میشه. نگاه کنید هیدروژن تعداد ذرات سازندهش کلا دو تاست، یه الکترون یه پروتون، اندازش کوچیکتره. کربن ذرات سازندهش بیشتر شد، از هر کدوم شد 6 تا، پس اندازش بزرگتر شد. اورانیوم ببینید چقدر بزرگتر شد، چرا؟ چون ذرات سازندهش خیلی بیشتر از این هاست، پس اندازش هم بزرگتره. فعالیت کتاب، با توجه به اینکه بار الکتریکی هر اتم از مجموعه بارهای الکتریکی مثبت و منفی ذرات سازنده اون به دست میاد، نشان دهید اتم‌های کربن، هیدروژن، اورانیوم بار الکتریکی ندارن. ما گفتیم مواد در حالت عادی خنثان، یعنی میزان بار مثبت و منفیشون برابره، یعنی میزان پروتون‌ها و الکترون‌هاشون برابر هستش. خب الان اورانیوم آیا بار الکتریکی داره؟ نه. چرا؟ چون تعداد پروتون و الکترونش برابره، پروتون 92 تا، الکترون هم 92 تا. آیا کربن بار الکتریکی داره؟ نه، خنثی در حالت عادی. چرا؟ چون پروتون 6 تاست، الکترونش هم 6 تاست. آیا هیدروژن بار الکتریکی داره؟ خیر، چون پروتون و الکترونشون برابره که هر کدومشون یکیه. پس بعد اینجا گفته از این فعالیت چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم مواد در حالت عادی خنثان، یعنی میزان بار مثبت و منفیشون در حالت عادی برابره.
دو ویژگی مهم هر اتم که اتم با اون شناخته میشه، یکی عدد اتمی، یکی عدد جرمی. عدد اتمی و عدد جرمی دو ویژگی مهم هر اتمه که اتم با اون شناخته میشه. عدد اتمی رو با نماد زد نشون میدن، عدد جرمی رو با نماد ای نشون میدن. عدد اتمی تعریفش چیه؟ عدد اتمی همان تعداد پروتون هاست. پس تعداد پروتون های هر اتم یا هر عنصر رو میگن عدد اتمی. نگاه کنی فرمولش اینه. عدد اتمی همون تعداد پروتون هاست. عدد جرمی تعریفش چیه؟ عدد جرمی مجموع پروتون و الکترونه. یعنی تو میخوای عدد جرمی رو به دست بیاری، باید تعداد پروتون ها و تعداد نوترون هاشو با هم جمع کنی. حالا کجا می‌نویسن؟ مثلا X نماد شیمیایی یک عنصر. همیشه عدد اتمی رو پایین سمت چپ نماد شیمیایی می‌نویسن، عدد جرمی رو بالا سمت چپ نماد شیمیایی می‌نویسن. چرا میگیم دو ویژگی مهم هر اتم؟ چون وقتی که تو عدد اتمی، عدد جرمی یک عنصر رو داشته باشی، یعنی میدونی تعداد پروتون‌هاش چند تاست، تعداد الکترون‌هاش چند تاست، تعداد نوترون‌هاش چند تاست. عدد اتمی همون تعداد پروتون‌هاست. تعداد در حالت عادی هم که پروتون با الکترون برابره. حالا ببینید، هر وقت تو بیای عدد جرمی یعنی عدد بالایی و منهای عدد اتمی یعنی عدد پایینی کنی، تعداد نوترون ها به دست میاد. مثال ببینید، این هلیومه، عددی که پایین می‌نویسن عدد اتمی. پس عدد اتمی هلیوم چند؟ دوه. عدد اتمی چی بود؟ همون تعداد پروتون هاست. حالا که عدد اتمی هلیوم دوه، یعنی پروتونش چند تاست؟ دوتاست. خب خنثاست، بار الکتریکی نداره. حالا که پروتونش دوتاست، الکترونش هم چند تاست؟ دوتاست. عددی که بالا سمت چپ می‌نویسن عدد جرمیه. عدد جرمی هلیوم چنده؟ چهاره. مگه ما نگفتیم عدد جرمی مجموع پروتون و نوترونه؟ خب تو بیا عدد جرمی و منهای عدد اتمی کن، یعنی 4 و منهای 2 کن، پس نوترونش میشه چند تا؟ 2 تا. یعنی در واقع ببینید، الان توی هلیوم ما میگیم پروتونش شد چند تا؟ 2 تا، چون عدد اتمی همون تعداد پروتون ها بود. حالا چون خنثاست، پروتونش هر تعداد باشه، الکترونش هم همون تعداده، الکترونش هم بس دوتاست. میخوای تعداد نوترون هاشو به دست بیاری، تعداد نوترون ها رو که میخوای به دست بیاری، گفتیم عدد جرمی و منهای عدد اتمی میکنیم. 4 تا داریم، دوتاش بره میشه 2 تا، نوترون هاش هم 2 تاست. پس وقتی که من عدد جرمی و عدد اتمی رو داشته باشم، تمام ذرات سازنده اتمو دارم، پروتون 2 تا، الکترون 2 تا، نوترون 2 تا. حالا این یکی رو با هم حل کنیم. 3 چیه؟ عدد اتمیه. 7 چیه؟ عدد جرمیه. حالا که عدد اتمی 3، پروتون چنده؟ 3. حالا که پروتونش 3 تاست، الکترون چند تاست؟ 3 تا. 7 و منهای 3 میکنی، نوترونش چند در میاد؟ 4. تمرین کتاب. مدل اتمی بور رو برای اتمهای هیدروژن، هلیوم، لیتیوم، بریلیوم، بور رسم کرده. فعالیت. میگه تعداد الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها، عدد اتمی 5 عنصر نشان داده شده در بالا رو مشخص. خب این هیدروژنه، هیدروژن یه دونه الکترون داره، یه دونه هم پروتون داره. این رنگیه، پر رنگه، پروتونه. پس یه دونه پروتون داره، یه دونه الکترون داره، نوترون نداره. عدد اتمی چنده؟ عدد اتمی تعداد پروتون هست. عدد اتمیش 1ه، عدد جرمیش چنده؟ 1ه. چرا؟ چون نوترون نداره، پس عدد جرمیش هم 1ه. حالا هلیوم دو تا الکترون داره، دو تا پروتون داره، دو تا نوترون داره. حالا که پروتونش 2 تاست، پس عدد اتمی چنده؟ 2. حالا که پروتونش 2 و نوترونش هم 2 تاست، اگر اینا رو با هم جمع کنم میشه عدد جرمی. عدد جرمیش چند میشه؟ 2 به علاوه 2 میشه 4. لیتیوم 1, 2, 3 تا الکترون داره، 1, 2, 3 تا پروتون داره.
نوترونش 1, 2, 3, 4. حالا که پروتونش 3 تاست، عدد اتمی چنده؟ 3. پروتون 3، نوترون 4. اگر اینا رو با هم جمع کنم میشه عدد جرمیش، پس عدد جرمیش میشه 7. بریلیوم، بریلیوم 1, 2, 3, 4. 4 تا الکترون داره، 1, 2, 3, 4. 4 تا پروتون داره، 1, 2, 3, 4. 5، 5 تا نوترون داره. حالا که پروتونش 4 تاست، عدد اتمیش هم 4. 4 رو به علاوه 4 رو به علاوه 5 میکنم، عدد جرمیش میشه 9. بور، الکتروناش 1, 2, 3, 4, 5. پروتونش 1, 2, 3, 4, 5. نوترونش 1, 2, 3, 4, 5, 6. پس حالا که پروتونش 5ه، عدد اتمیش هم 5ه. پروتونش 5، نوترونش 6، جمع کنم عدد جرمیش میشه 11. حالا یون، ما گفتیم که ماده در حالت عادی خنثاست، یعنی میزان بار مثبت و منفیش برابره. حالا اگر تعداد یا تعداد پروتون الکترونش برابره. حالا اگر تعداد الکترون و پروتون برابر نباشه چی میشه؟ ذره ما دیگه دارای بار الکتریکیه به نام یون. یون پس ذره‌ایه که تعداد الکترون‌ها با پروتون‌هاش برابر نیست، دارای بار الکتریکی هستش. ما دو جور یون داریم. یون مثبت اسم دیگرش کاتیون، یون منفی اسم دیگرش آنیون. پس ما یا یونمون مثبته یعنی کاتیونه، یا یونمون منفیه یعنی آنیونه. چه وقت ذره ما تبدیل به یون مثبت میشه؟ وقتی که اتم ما الکترون از دست بده، دچار کمبود الکترون بشه، تبدیل به یون مثبت یا کاتیون میشه. دقت کنید بچه، همیشه فلزات تمایل به از دست دادن الکترون و تبدیل شدن به یون کاتیون دارن. هیچ وقت فلزات یون منفی نمیشن، هیچ وقت فلزات آنیون نمیشن. همیشه فلزات تمایل دارن الکترون از دست بدن و کاتیون بشن. خب گفتیم که یون منفی یا آنیون، چه وقت ذره ما یون منفی میشه؟ وقتی که الکترون اضافی دریافت کنه، یعنی الکتروناش از پروتونهاش بیشتر بشه، بهش میگیم یون منفی یا آنیون. اینم دقت کنیم، همیشه نافلزات تمایل به گرفتن الکترون و تبدیل شدن به یون منفی یا آنیون دارن، هیچ وقت نافلزات کاتیون نمیشن. اینو متوجه شدیم. یه نکته دیگه که باید بگیم اینه که هیچ وقت پروتون ها در تشکیل یون دخالت ندارن. پروتون ها درون هسته هستن و هیچ وقت هسته رو ترک نمی کنن. این الکترون ها هستن که با کم و زیاد شدنشون اتم خونسا را تبدیل به یون می کنن. اگر اتم ما الکترون از دست بده میشه کاتیون، اگر الکترون اضافی دریافت کنه میشه آنیون. نگاه کنید، این سدیم رو داره نشون میده. سدیم عدد اتمیش 11 است، یعنی تعداد پروتون هاش و الکترون هاش در حالت عادی 11 است و فلزه. مدار اولش 2 تا، مدار دوم 8 تا، مدار سومش 1. سدیم یه دونه الکترون از دست داد، این الکترون رو از دست داد. خب پروتون ها تغییر نکرد، پروتون هاش همون 11 تا بودن، ولی الکترون هاش چند تا شد؟ 2 تا مدار اول، 8 تا مدار دوم، شد 10 تا. چون یه دونه الکترون از دست داد شد یک بار مثبت. سدیم تبدیل شد به یون مثبت، چون فلزه شد کاتیون. حالا مثلا اگر این مثال به جای منیزیم بود، منیزیم 2 تا الکترون از دست میداد میشد دوبار مثبت. یا مثلا همین سدیم به جای یه الکترون 2 تا الکترون از دست بده میشه دوبار مثبت، 3 تا از دست بده میشه 3 بار مثبت. حالا اینجا یه نافلز داره مثال میزنه، کلور.
کلور عدد اتمی 17 است، یعنی در حالت عادی 17 تا پروتون 17 تا الکترون داره. الکترونش کشیده، مدار اول 2 تا، مدار دوم 8 تا، مدار سوم 7 تا. حالا سال دیگه میخونید که عناصر دوست دارن مدار آخرشون رو 8 تایی کنن تا به حالت پایدار برسن. مثلا کلور دوست داره یه دونه الکترون بگیره تا مدار آخرش 8 تایی بشه. چون یه دونه الکترون دریافت کرد، مدار آخرش شد 8 تا. یعنی الکتروناش چند تا شد؟ 17 تا داشت. یه دونه گرفت شد 18 تا. چون یه دونه الکترون اضافی دریافت کرد، بارش شد یه بار منفی. فکر کنید با توجه به شکل شیشه کتاب که اینجا سدیم و کلور رو فکر کنم کشیده. حالا بذار بخونیم. با مراجعه به شکل 6 به پرسش های مطرح شده پاسخ بدید. جدول زیر رو کامل کنید. خب شکل الف میگه تعداد الکترون ها چند تاست؟ 1-2 تا مدار اول، 1-2-3-4-5-6-7-8 تا مدار دوم. پس الکترونش 10 تا میشه. الکترونش 10 تا. تعداد پروتون هاش اگر اینا رو بشماریم، رنگی ها را 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 تا، پروتونش 11 است. میگه بار ذره چیه؟ خب میبینم تعداد الکترون ها از پروتون هاش کمتره. چون الکترون ها کمتره پس بارش مثبته. پس بارش مثبت، یک بار مثبت، یه دونه، چون اختلافشون یه دونه، یک بار مثبت. نام ذره چیه؟ کاتیون. حالا این پروتون کدوم عنصر بود که پروتونش 11 تا بود؟ سدیم. پس میشه یون مثبت سدیم. نام ذره یون سدیم. سدیم. خب حالا شکل ب میگه تعداد الکترون هاش مدار اول 2 تا، مدار دوم 8 تا، مدار سوم 1-2-3-4-5-6-7-8 تا، 18 تا. تعداد پروتون هاش اگر اون رنگی ها رو بشماریم 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 تا. تعداد پروتون هاش 17 تا. بار ذره میشه یک بار منفی، یک بار منفی. یونش میشه یون کلورید. کلورید نافلزات وقتی به شکل یون می‌نویسیم پسوند یه و ده بهشون اضافه می‌کنیم. با توجه به اینکه ذرات سازنده نمک خوراکی یون‌های مثبت سدیم و منفی کلورید هستن، یون رو میگه تعریف کن. یون به ذره‌ای میگن که تعداد پروتون‌ها الکترون‌هاش برابر نیست، دارای بار الکتریکه. نمادش اینه یون‌های سدیم و یون کلورید رو بنویسید. سدیم که با Na نشون میدن، چون تعداد پروتون الکترونش برابر نبود، فلز کاتیونه، یه دونه الکترون دست داده میشه یه بار مثبت. کلور که بهش کلورید میگن، یه دونه الکترون گرفت، پس میشه یه بار منفی. نمادشون اینه Na مثبت، Cl منفی. خود را بیازمایید. شکل روبرو ساختار اتمی یک ذره را بر اساس مدل بور نشون میده. این ساختار به یک اتم خونسا یا یون مثبت یا یون منفی تعلق داره. چرا؟ میگه بگید که خونساست یا یون، اگه یونه یون مثبت یا منفیه. یه ذره بزرگش کنیم. الکتروناشو بشماریم. مدار اول 2 تا، مدار دومش 1-2-3-4-5-6-7-8. بس کلن 10 تا الکترون داره. اون رنگی ها پروتونه. پروتوناشو بشماریم. 1-2-3-4-5-6-7-8. 8 تا. در یه ما با تعداد نوترون ها کاری نداریم، چون نوترون ها بار الکتریکی ندارن، خونساست. بس در تشکیل یون اصلا با نوترون ها کاری نداریم. پروتونش 8 تا بود. کدوم عنصره که پروتونش 8 تا، یعنی عدد اتمیش 8 ته؟ اکسیژنه. چون ما گفته بودیم تعداد پروتون ها همون عدد اتمیه. پروتونش 8 ته، عدد اتمیش 8 ته. پس کدوم عنصره که عدد اتمیش 8 ته؟ اکسیژنه. پروتونش 8 تاست، الکتروناش 10 تاست. یونه، چون تعداد پروتون الکترونش برابر نیستش. چه یونیه؟ چون الکتروناش 2 تا از پروتوناش بیشتره، پس میشه دو بار مثبت. آنیونه در واقع. خب
پس یون منفیه، دوباره منفیه. چرا؟ چون تعداد الکترون و پروتونش برابر نیست، یعنی الکترونش دوتا بیشتر از پروتون است. نشانه شیمیایی این ذره رو به همراه عدد اتمی و عدد جرمیش بنویسید. خب میگه که اگر نشانه این اتم رو نمیدونی چیه، آ بذاری، که ما میدونیم این عنصر ما اکسیژنه دیگه، اکسیژن او. عدد اتمی همون تعداد پروتون ها بود که پروتونش 8 بود. عدد جرمیش رو که میدونیم 16 است، چون تعداد نوترونش هم 8 است. خب خنثی نیست چون دو تا الکترونش بیشتر بود، پس دوباره منفی. نماد شیمیاییش به این صورت میشه. ایزوتوپ، ایزوتوپ به عناصری میگن که عدد اتمیشون یکسان اما عدد جرمیشون متفاوته. چرا عدد جرمیشون متفاوته؟ چون ایزوتوپ ها در تعداد نوترون ها با هم اختلاف دارن. ایزوتوپ ها چون عدد اتمیشون یکسانه در یک خونه جدول قرار میگیرن، به این خاطر به ایزوتوپ ها هم مکان هم میگن. پس یه بار دیگه، ایزوتوپ یا هم مکان به عناصری میگن که عدد اتمی یکسانی دارن، یعنی تعداد پروتون و الکترون هاشون و عدد اتمیشون یکسانه اما عدد جرمیشون متفاوته، چون تعداد نوترون هاشون متفاوت هستن و همشون هم توی خونه جدول قرار میگیرن. حالا خواص فیزیکی و شیمیایی ایزوتوپ ها. خواص شیمیایی ایزوتوپ ها یکسانه. خواص فیزیکی ایزوتوپ ها هم یکسانه، فقط در اون خواص فیزیکی وابسته به جرم مثل چگالی با هم اختلاف دارن. چون ایزوتوپ ها در عدد جرمی با هم اختلاف دارن، پس اون خواص فیزیکی وابسته به جرم مثل چگالی هم با هم دیگه اختلاف دارن. حالا اینجا داره ایزوتوپ های کربن رو نشون میده. کربن 3 تا ایزوتوپ داره. کربن عدد اتمیش 6ه. پس 3 تا ایزوتوپ هاش در خونه 6 جدول قرار میگیره. عددهای تو ایزوتوپ ها گفتیم عددهای اتمیشون یکسانه، ولی عددهای جرمیشون با هم فرق داره. مثلا عدد جرمیش میتونه 12 باشه، 13 باشه، 14 باشه. در تعداد نوترون ها با هم فرق دارن. مثلا بیان اینجا میخوایم تعداد نوتروناشو به دست بیاریم، 12 رو منهای 6 کنیم، نوترون این 6 تاست. 13 رو منهای 6 کنیم، نوترون این میشه 7 تا. 14 رو منهای 6 کنیم، نوترون این میشه 8 تا. پس ایزوتوپ ها در تعداد نوترون ها با هم اختلاف دارن، که اگر بشماریم به همین صورته. تو اینجا نوترون ها 6 تاست، تو این نوترون ها 7 تا، تو این نوترون ها 8 تا، ولی پروتون و الکترون های همشون با هم برابر هستن. و یه نکته دیگه میگیم که اگر سوال کنه کدام یک از ایزوتوپ های کربن سبکتر و فراوانتره، اونی که عدد جرمیش از همه کمتره سبکتره و فراوانتره. مثلا میگه کدوم ایزوتوپ کربن کمیابتر و سنگینتره، اونی که عدد جرمیش از همه بیشتره سنگینتره و کمیابتر هم هست. نکته ای که توی ایزوتوپ ها وجود داره اینه که اگر بیاییم نسبت تعداد نوترون به پروتون اون ایزوتوپ رو به دست بیاریم، بزرگتر از یک کنیم، مساویه بزرگتر از یک کنیم بشه، اون ایزوتوپ ما خاصیت پرتوزایی یا رادیواکتیو داره. نگاه کنیم، داره میگه که، اول جملهش رو بخونیم، در صورتی که نسبت تعداد نوترون به پروتون های یک ایزوتوپ کمتر از 1.5 باشه، اون ایزوتوپ پایداره. ولی اگر نسبت نوترون به پروتون اون ایزوتوپ بزرگتر یا مساوی 1.5 در بیاد، اون ایزوتوپ ما خاصیت پرتوزایی رادیواکتیو داره. اصلا کلا بچه ها از عنصر 83 به بعد توی جدولمون خاصیت پرتوزایی دارن. اینجا هم داره ایزوتوپ های اکسیژن رو میگن. اکسیژن رو که با او نشون میدیم، عدد اتمیش 8ه، یعنی 8 پروتون و الکترون داره، اما عددهای جرمیش میتونه 16، 17، 18 باشه. اینها ایزوتوپ های اکسیژن. تعداد نوترون های اینو به دست بیاریم، 16 رو منهای 8 میکنیم، نوترونش 8 تا. 17 رو منهای 8 میکنیم، تعداد نوترون های این میشه 9 تا.
18 رو منهایش میکنیم نوترونش میشه 10 تا. پس میفهمیم ایزوتوپ ها در عدد اتمی پروتون الکترون یکسانن، تفاوتی ندارن، اما در عدد جرمی و تعداد نوترون ها با همدیگه اختلاف دارن. اگر بیاین نوترون این 8ه، پروتونش هم 8ه، 8 رو تقسیم بر 8 کنیم میبینیم 1 در میاد، پس کوچیکتر از 1 کنیمه، پس این ایزوتوپش خاصیت پرتوزایی نداره. همینجور اگر 9 رو تقسیم بر 8 کنیم بازم میبینیم کوچیکتر از 1 کنیم در میاد، اینم خاصیت پرتوزایی نداره. برای این ایزوتوپ اکسیژن هم اگر 10 رو تقسیم بر 8 کنیم کوچیکتر از 1 کنیم در میاد، پس هیچ کدومشون خاصیت پرتوزایی ندارن. بگه سبکترین ایزوتوپ اکسیژن اونیه که عدد جرمیش کمتره، سنگین ترین اونی که عدد جرمیش بیشتره. بگه فراوان ترین ایزوتوپ اکسیژن اونیه که عدد جرمیش 16 است، کمیاب ترین ایزوتوپ اکسیژن اونیه که عدد اتمیش 17 است. توی اکسیژن این کمیاب تره. پس اکسیژن به سه شکل در طبیعت یافت میشه. حالا این هیدروژن، ایزوتوپ های هیدروژن. هیدروژن هم در طبیعت به سه شکل یافت میشه. هیدروژن یه دونه الکترون داره، یه دونه پروتون. عدد اتمیش 1، عدد جرمیش هم 1. این حالت هیدروژن رو میگن پروتیوم اسم داده. برای ایزوتوپ های هیدروژن اسم داشتن پروتیوم، گوتریوم، تریتیوم. تو این حالتش عدد جرمیش 1، عدد اتمیش 1. ایزوتوپ بعدی هیدروژن عدد اتمیش 1، عدد جرمیش 2. اون یکی عدد اتمیش 1، عدد جرمیش 3. پس میفهمیم در تعداد پروتون و الکترون و عدد اتمی با هم تفاوتی ندارن، در تعداد نوترون اختلاف دارن. الان این حالت، تو این حالت اصلا نوترون نداره، 1 منهای 1 میشه 0. تو این ایزوتوپش 2 رو منهای 1 کنم نوترونش میشه 1، نوترونش 1. تو این حالت 3 رو منهای 1 کنم میشه نوترونش 2 تا، نوترونش 2 تا ولی پروتون همشون 1. حالا میخوام ببینم کدومشون خاصیت پرتوزایی داره. این که نوترون نداره، اگر 0 رو تقسیم بر 1 کنم 0 در میاد، کوچیکتر از 1 کنیم. این که نوترونش 1 دونه است، پروتونش هم 1 دونه، 1 رو تقسیم بر 1 کنم کوچیکتر از 1 کنیم در میاد، خاصیت پرتوزایی نداره. این نوترونش 2 تا است، پروتونش 1ه، 2 رو تقسیم بر 1 کنم میشه 2، بزرگتر از 1 کنیم. پس این تریتیوم یعنی ایزوتوپ هیدروژن 1-3 خاصیت پرتوزایی داره که توی آب سنگین از این برای غنی‌سازی اورانیوم از آب سنگین استفاده میکنن که هیدروژنش این ایزوتوپ هستش. سبکترین فراوانترین ایزوتوپ هیدروژن همین ایزوتوپه که عدد جرمیش 1ه، سنگین ترین و کمیاب ترین ایزوتوپ هیدروژن این تریتیوم یعنی عدد جرمیش 3. کاربرد ایزوتوپ ها، ایزوتوپ ها درست مواد پرتوزا و رادیواکتیو، درسته که خطراتی سرطانزا هستن، خطراتی برای انسان دارن، ولی خب کاربرد هایی هم دارن. این شکله کتابه، میگه مثلا از ایزوتوپ هیدروژن که همون تریتیوم هستش عدد جرمی 3، ناپایداره، پرتوزاه، خاصیت پرتوزایی داره، ولی بقیه ایزوتوپاش خاصیت پرتوزایی نداشتن. از مواد پرتوزا برای تشخیص آتش سوزی، شناسایی و درمان بیماری ها، تولید انرژی و غیره ازشون استفاده میکنن. اینها نمونه هایی از مثال های کاربرد مواد پرتوزا هستن. این فصلمون تموم شد. حالا چند نمونه سوال با هم دیگه حل کنیم. سوالات فصل 3، کدام یک از اجزای اتم بار الکتریکی نداره؟ خب دیگه اینو هممون میدونیم که نوترون ذره‌ایه که بار الکتریکی نداره، نوترون. سوال 2، عدد اتمی برای ذره‌ای که دارای 10 تا الکترونه، 11 تا نوترونه، 9 تا پروتون هستش کدومه؟ خب این اولا که متوجه میشیم این ذره ما یونه، چون تعداد الکترون و پروتونش برابر نیست، چون الکترونش یه دونه از پروتون بیشتره، پس یون یک بار منفیه. ولی اینجا عدد اتمی خواسته، عدد اتمی همون تعداد پروتون هاست، چون پروتونش 9 تا است پس عدد اتمیش هم 9. سوال 3،
کدام گزینه برای الکترون درست بیان شده؟ بار الکتریکش مثبت، نه دیگه اصلا بقیه‌اشو نمی‌خونیم چون می‌دونیم الکترون بارش منفیه. پس یا گزینه 3 یا گزینه 4. گزینه 3 رو با هم بخونیم. بار الکتریکیش منفیه و جرم آن از پروتون کمتره، درسته؟ 4 چی میگه؟ میگه بار الکتریکی منفی داره ولی جرمش از پروتون بیشتره. غلطه. الکترون جرمش خیلی کمتر از پروتونه. پس میشه گزینه 3. سال 4ش، اتم در حالت عادی خنثاست. چرا؟ خب چرا در حالت عادی خنثان؟ چون میدونیم تعداد بارهای مثبت و منفیش، یعنی تعداد پروتون و الکترون‌هاش برابره. میگه چون تعداد پروتون و نوترون، نه تعداد الکترون از پروتونش بیشتره. غلطه. تعداد الکترون پروتونش برابره. بله، میشه گزینه 3. سال 5، جدول زیر خصوصیات ذرات بنیادی رو در اتم نشون میده. جای خالی آن رو تکمیل کنید. جدول رو با هم داشتیم. الکترون بار نسبیش رو منفی 1 گرفته بودیم. گفتیم به صورت نسبی منفی 1. جرمش ناچیز بود 0. محلش بیرون هسته. بیرون هسته. کدومی که بار نسبیش مثبت؟ پروتون که درون هسته است. پس پروتون بارش مثبت، جرمش رو 1 میگیریم نسبت به الکترون، درون هسته هم قرار گرفته. خب کدوم دیگه، کدوم ذره اتمی که جرمش تقریبا برابر جرم پروتون هستش؟ نوترونه. نوترون بارش رو 0 میگیریم بدون باره، جاش هم درون هسته. درون هسته. خب اینم که پاسخ سوالم. خب حالا بریم سراغ کتاب درسیمون. فصل 3، از درون اتم چه خبر؟ بچه همه اینا رو حل کرده بودیم. این جدولی که بررسی کردیم، در گروه خود درباره جدول بالا گفتگو کنید که همه رو بررسی کردیم. گفتیم که مثلا الکترون بدون الکترون بار منفی، پروتون بار مثبت، نوترون بدون بار، جرم پروتون و جرم پروتون و نوترون تقریبا برابر هم و خیلی بیشتر از الکترون. اینا رو بررسی کردیم، این شکلا رو بررسی کردیم، سوالش رو جواب دادیم. دیگه من تکرار نمی‌کنم. آیا می‌دانید تغییر تعداد پروتون ها در اتم بسیار سخته؟ یعنی پروتون ها درون هسته اتم هستن، هسته رو ترک نمی کنن. این الکترون ها هستن که با جا به جایشون از یک اتم به اتم دیگه اتم خونسا رو به یون تبدیل می کنن. داره اینو میگه. فعالیت با توجه به اینکه بار الکتریک هر اتم از مجموع بارهای مثبت، بچه اینم حل کردیم، کشیدیم هم. خود را بیازمای با توجه به نشانه نئون، اینم حل کردیم. فقط میخوام ببینم چیزی جا نیفتاده باشه. خب این تمرین رو که با هم بررسی کردیم حل کردیم. بچه این صفحه با هم دیگه حل کردیم. دیگه فکر میکنم فقط تکرار میشه. خسته نباشید. این فصلمون هم به پایان رسید.